Okay, all right. تو میتونی انجامش بده. با 6 دقیقه کار با دمبل راستاک تا 400 کالری بسوزانید. درود بر شما، امیدوارم که خوب باشین. امشب یه مهمونی داریم که به رغم یک سری اتفاقای عجیب و غریب که براش افتاده همیشه موفق بوده. این بازیکن ما، این دروازه‌بانی که امشب دعوت کردیم، کسیه که به رغم یک سری اتفاقات خاص تونست لژیونر بشه، بره خارج از کشور فوتبال بازی کنه و توی آخرین بازی تیم ملی که توی مالزی در مقابل سوریه بازی کردیم درون دروازه ایران وایساد. امشب در کنار سوشا مکانی هستیم، سوشایی که خیلی دوستش داریم، خیلی لطف کرد به رغم وقت کمی که داشت به تی وی پلاس اومد و این افتخار رو داد که امشب در کنار هم بشینیم و با هم گپ بزنیم. سوشا میتونی صحبت کنیم و طرفدارا سلام علیکم. خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم از دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام همکاراتون و تمام بینندگان عزیزی که این مصاحبه رو بعد میبینن و بالاخره طرفدارای پروپاخ قرص برنامه شما هست. قربونت، خیلی لطف کردی که اومدی سوشا، از بار دیگه تشکر میکنم. و اینکه تو چقدر داستان داره فوتبال، زندگی چقدر ماجرا داری سوشا، چرا آخره؟ خب این نمیشه از یه جای شروع کرد. بالاخره من نمیدونم که از کجا شروع کنم این مسائلی که توی زندگی من به وجود اومده و اتفاق افتاده رو، ولی تا اینجا فقط میگم که لطف خدا شامل حال من شده و هر اتفاقی که توی زندگی شخصیم افتاده و توی زندگی ورزشیم افتاده رو تونستم مدیریت کنم و ازش پلی بسازم که بتونم در آینده ازش استفاده کنم برای اتفاقای مثبت زندگیم و اتفاقایی که بعدها میتونه مثمر ثمر باشه برای آینده درخشان. سوشا، من یه سری آمار گرفتم از این تیم نروژی که توش داری بازی میکنی و خدا رو شکر همه چی خیلی خوب بود. مثلا اینو فهمیدم که تو پیشنهاد داری، کوچولو الان از زیر زبونت گرفتم. فهمیدم که پیشنهاد داری، فهمیدم اونجا خیلی خوب داری کار میکنی، هرچند که تعقیبت میکنم از طریق اینستاگرامت هم، از طریق اخباری که میاد، و این واقعا خوشحالم کردشون. تو دوست قدیمی من هستی و شنیدن این صحبت‌های موفقیت‌های تو خیلی خوشحال شدم. دوست داری راجع به تیم صحبت کنی، راجع به نروژ صحبت کنی؟ بله، بعد از حالا یه سری اتفاقایی که برای من افتاد تو فوتبال ایران، من تونستم به نحو احسن از این موضوع استفاده کنم و به مسئله‌ای که سالیان سال بهش فکر می‌کردم و دوست داشتم که برام اتفاق بیفته، به اون مسئله جدی‌تر فکر کردم و این تصمیم رو گرفتم که بخوام فوتبالم رو خارج از کشور ادامه بدم. و از پیشنهادی که برام اومده بود و مدیر برنامه هام در اختیارم قرار داده بود که بتونم بیشتر و جدیتر بهش فکر کنم، نهایت استفاده رو کردم و توی زمان مناسب یه تصمیمی گرفتم که آیندم رو تحت تاثیر قرار دادش. خب من سالیان سال بودش که تو فوتبال ایران فعالیت میکردم به عنوان دروازه‌بان و سالیان سال برای حالا تیمایی که قرارداد داشتم باهاشون، برای تیمایی که براشون فوتبال بازی کردم، دروازه‌بانی کردم، حالا یا مثمر ثمر بودم یا نبودم، اونو دیگه باید مربیای
سابق عزیزم نظر بدن، ولی این تصمیمی که گرفتم کاملا یه تصمیم شخصی و مدت ها بود که بهش فکر میکردم و بعد این تصمیم رو گرفتم. آفری که در اختیارم قرار گرفته بود و بدونی که با کسی این مسئله رو مطرح کنم و در میون بذارم، با مربی دروازه‌بانای پرسپولیس آقای پانادیچ این موضوع رو در میون گذاشتم و یه راهنمایی ازش خواستم. خب ایشون تو آخرین سالی که من تو پرسپولیس بودم واقعا برای من زحمت کشیدن و جا داره که ازشون تشکر کنم. به عنوان برادر بزرگ من همیشه کنارم بودن. حالا اینکه سوای اون موضوعات فوتبالی و موضوعات فنی که همیشه به من گوشزد میکردم و تجربیاتشون استفاده میکردم، ایشون توی تصمیم گیری من خیلی تأثیر گذار بودش. من با ایشون این مسئله رو در میون گذاشتم و ایشون به من گفتش که واقعا تصمیم بزرگ و خوبیه، چون فوتبال نروژ میتونه بهت کمک کنه که چیزی که از خودت انتظار داری و از اون سطح فنی خودت انتظار داری و بتونی به معرض نمایش بذاری. و فوتبال نروژ واقعا اون چیزی که پیشبینی میشد برای من تو فوتبال نروژ اتفاق افتاد. من این تصمیم رو گرفتم و این آفر رو قبول کردم و به عنوان بازیکن آزاد به تیم میونداران نروژ پیوستم. و چون بازیکن آزاد بودم و قراردادی نداشتم، خیلی راحت میتونستم این تصمیم گیری رو خودم بدون مشورت با کسی انجام بدم. حالا من با کسایی که باید ازشون مشورت میگرفتم این کار رو انجام دادم. و وقتی که وارد نروژ شدم، خب فضای فوتبال اروپا بودش، اصلا کاملا متفاوت بود با فوتبال، حالا نمیگم ایران، کل آسیا. من بالاخره جام باشگاه آسیا بازی کردم و تیمای آسیایی زیادی، چه دوستانه چه توی قالب جام باشگاه آسیا، مقابلشون بازی کردم و قرار گرفتم هم تو فوتبال ایران. اصلا فضای متفاوتی بود، فوتبال اروپا بود، نظم و دیسیپلین فوتبال اروپا، بالاخره بیگانه بودم باش، بیگانه بودم. ولی خیلی خوب تونستم این مسئله رو مدیریت کنم و خیلی زود تونستم که با شرایط تیمی و حالا مشکل زبانم یه خورده داشتم و که بعدها تونستم اونم برطرف کنم. توی 6 ماه 7 ماهی که من تو فوتبال نروژ بودم، از نظر خودم پیشرفت خیلی خیلی قابل ملاحظه ای داشتم. اینکه دروازه‌بان نیاز داره به بازی کردن و این بازی کردن اگر بخواد تو فوتبال اروپا هم باشه، خیلی بهتر میتونه بهت کمک کنه که بتونی از نظر روحی روانی و از نظر فنی خودتو به سطحی برسونی که حتی بتونی به تیم ملی کشورت کمک کنی. من تونستم این کار رو تو مدت کم انجام بدم و توی این 6-7 ماهی که من توی نروژ بودم، هم بازیهای خوبی برای تیمم ارائه دادم و هم همه اونجا راضی بودن و شناختن منو. این مسئله خیلی تونست کمک کنه که الان یه شرایطی داشته باشم، هم توی سطح ملی و هم شرایط باشگاهی، که هم آفرهای زیادی داشته باشم برای انتخاب کردن تیم فصل آیندم، هم خدا رو شکر شرایط بازیی که برای تیم ملی انجام دادم، سرمربی تیم ملی و مربی تیم ملی من فکر میکنم که راضی بوده باشن از شرایط فنی من و این پیشرفت رو، هم مربیای تیم ملی فکر میکنم احساس کردن، هم خودم این پیشرفت احساس کردم که بعد از مدت ها تونستم یه پرشی داشته باشم رو به جلو. یه مقاعد یه ضرب المثلی هم میگه خدا گرز حکمت ببندد دریز رحمت کشدد در دیگری، دقیقا برای تو اتفاق افتاد سوشا فکر میکنم. خب من فکر میکنم این مسئله واقعا اتفاق افتاد، یعنی مسئله ای که قشنگ دور شدی از این حواشی، از این جنجالا، اون داستانا کاملا دور شدی، رفتی اونجا بازی کردی، اعتماد به نفسه اینقدر مواد بالا تو رفتی گلم زدی. درسته. خب موقعی که من واقعا تو شرایط سختی از نظر روحی روانی بودم و واقعا فوتبال بازی کردم برام سخت بود، یعنی شاید هیچ کس این موضوع رو از نزدیک درک نکرده باشه، ولی من خودم به عنوان کسی که چشیدم این موضوع رو دارم میگم، فوتبال بازی کردم واقعا برام سخت شده بود، چون اصلا تمرکز روحی روانی نداشتم
و اینکه تونستم دوباره بازگشتی داشته باشم از نظر روحی روانی و از نظر فنی و حتی بهتر از قبل، این موضوع واقعا برای من حکم یه نجات رو داشت. یعنی شما شاید خود شما به عنوان دوست قدیمی من انتظار داشتی که حواشی منو نابود کنه، خب شاید ناخواسته این انتظار رو داشتی، میگفتی این اتفاقا وقتی برای هر کی بیفته دیگه طرفو میترکونه، دقیقاً نمیتونه دوباره دستشو بذاره رو زانوهای خودش بلند بشه. ولی اینم خدمتتون عرض کنم، اگر کاری انجام دادم، اگر کار مثبتی انجام دادم و تونستم دوباره دستمو بذارم رو زانوهامو بلند شم، به تنهایی انجام دادم. این موضوع سختیه که میتونه هر کسی رو از پا در بیاره. یه نفر میتونه خودش با دستای خودش رو نابود کنه، میتونه دوباره برگرده و بهتر از راجب گفتگون با سوشا بدم. ما قبل از اینکه سوشا بیاد و بخوایم این داستان دوربینا رو داشته باشیم باهاش صحبت کردم، گفتم سوشا میخوایی راجع به سری از مسائل حرفی نزنیم، صحبتی نکنیم؟ اون تا خودش با شهامت گفتش که مسئله وجود نداره، چیزی نیست، اگر قراره صحبتی بکنیم صحبت کنیم. شهامته برای من خیلی قابل تقدیر بود، اینکه یه نفر بیاد اینقدر راحت بتونه صحبت بکنه، توضیح بده، به رغم اینکه حالا توضیحی هم راجع به ماجرا خودش داشت. و اینکه اینو بگم، اگه داریم سوالی میپرسیم قصد اینو نداریم که سوشا رو اذیت بکنیم، اینو قشنگ درک میکنیم که سوشا در راه دور اومده، خیلی خسته بوده، چند روز بیشتر تایم نداشته، لطف کردیم اومده تیم پلاس و نمیخوایم اذیتش کنیم. خواستم اینو بگم که ما باهاش هماهنگ کردیم. سوشا گفتی که هیچ کس کمکم نکرد، ولی توی اون برهه من خودم فکر میکنم حداقل مصاحبه یا صحبت‌های مثلا 20 تا چهره سرشناس گردن کلفت برشدار رو شنیدم که میگفتن ما قراره به سوشا کمک کنیم، رفتیم این کارو کردیم، فردا صبح اینجوری میشه، فردا عصر اینجوری میشه. پس اونا چی شد؟ اون وعده ها چی شد؟ ببین، من اگر صحبتی کردم و گفتم که هیچ کس کمکم نکرد، این بعد از این ماجرا بود. یعنی موقعی که من میگم هیچ کس کمکم نکرد، این بودش که موقعی که من دوباره برگشتم به فوتبال و تونستم فوتبال بازی کنم. حالا توی اون زمانی که یه سری اتفاقا افتاد، خیلی‌ها با نیت خیر که من جا داره این فرصت رو پیدا نکردم که بتونم ازشون تشکر کنم، بزرگانی تو فوتبال ما، بزرگانی که واقعا اسطوره‌های فوتبال مملکت هستن، از جمله آقای پروین و آقای کریم باقری، آقای میناوند، نیما نکیسای عزیز، همه کسایی که من الان بخوام دونه دونه اسم ببرم شاید از ذهنم یاری نکنه، من واقعا ازشون تشکر میکنم. آقای علی دایی، همشون خیلی تونستن تو اون موقع با نیت خیرشون پا پیش بذارن و این وعده ها رو بدن که بتونن به من کمک کنن و واقعا ازشون ممنونم. اتفاقی که توی زندگی هر کسی شاید بیفته و از این اتفاق بتونه حالا در آینده الگو برداری کنه، حالا بتونه این اتفاقو پلهی برای خودش قرار بده برای ساختن آینده خودش، من این اتفاق برام افتاد. حالا چه بخوام چه نخوام، چه بخوام درباره صحبت کنم چه نخوام درباره صحبت کنم، این اتفاق برام افتاد. از همه اونایی که با نیت خیرشون دوست داشتن به من کمک کنن، از همهشون تشکر میکنم. و تو اون زمان بالاخره به خاطر پرسپولیس و تیم پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس، خود آقای طاهری که مدیر عامل و سرپرست وقت پرسپولیس بودن و الان هم هستن، خیلی تونستن به من کمک کنن که من بتونم به فوتبال برگردم. و وقتی به فوتبال برگشتم، بقیهش دیگه تنها بودم. یعنی واقعا بقیه ماجرا رو خودم ساختم، بقیه اتفاقات رو خودم رقم زدم و الانم خدا رو شکر میکنم که زندگی خوبی دارم با آرامش، و این آرامش میتونه به من کمک کنه
حرفی که خیلی ها به من زدن که سوشا مکانی اگر آرامش داشته باشه میتونه تو بزرگترین تیم های حتی فوتبال اروپا هم بازی کنه و این موضوع واقعا برای من اتفاق میفته. اگر یه نفر یا یه گروهی یا کلن اتفاقاتی که میفته ذهن و روان من رو درگیر خودش کنه، من نمیتونم اون کارهایی لازم رو داشته باشم. و واقعا این موضوعهایی که اتفاق افتاد، این اتفاقاتی که تو زندگی شخصی من افتاد، تمرکز رو از من گرفت. وقتی من تو زمین مسابقه بودم، فکرم اصلا تو زمین مسابقه نبود، فکرم این بود که بعد از اون مسابقه قرارش اتفاق جدیدی برام بیفته. خودت فکر میکنیم یه جورایی تقصیر داشتی، خودت هم مقصر بودی، شاید میتونستی خیلی رفتار بهتری داشته باشی، خیلی بیشتر مراعات بکنی. 100% من خودم مقصرم، اصلا کسی توی این مسئله مقصر نیستش. من خیلی خوش آمد داری، من 100% خودم مقصرم. گردن دوست و رفیق نمیدونی اصلا یعنی دوست بد و دوست نه آخه ببینید، ما یه پلان فرهنگی داریم توی مملکتمون که با همه باید ازش پیروی کنیم. حالا یه سری چطور بگم، دیدی میگم بازار مشترک. الان فرهنگ توی مملکت ما دچار دوگانگی شده، ما یه الگوی خاصی نداریم که بخوایم ازش استفاده کنیم و اون الگوی خاص رو همه برای خودمون قرار بدیم و بگیم همه از این مسیر بریم. مثلا به من میگن شما الگویی، شما الگویی، باید اینجور لباس بپوشی. واقعا تو الگویی؟ به من میگن الگویی به عنوان بازیکن ملی، به عنوان بازیکن پرسپولیس، حالا بازیکن سابقه، یعنی اون موقعی که تو پرسپولیس بودم، میگفتن شما الگوی یه تعداد جوون و نوجوون هستی، حالا خواسته یا ناخواسته. خب این جوون و نوجوون میاد فقط طرز لباس پوشیدن من از من الگو میگیره؟ نه. من مثلا الگوی من توی فوتبال ایران یکی از مثل مهدی مهدوی کیا. خب شاید مهدی مهدوی کیا مثلا قرمه سبزی دوست داشته باشه، من دوست نداشته باشم. خب این دلیل نمیشه که مثلا مهدی مهدوی کیا اگر یه طرزی لباس بپوشه منم برم از طرز لباس پوشیدن مهدی مهدوی کیا الگو برداری کنم. من میام از کاراکتر مهدی مهدوی کیا الگو برداری میکنم، از پشتکارش الگو برداری میکنم. اینکه یه نفر، یه ایرانی سالیان سال تونسته تو فوتبال اروپا، تو سطح اول فوتبال اروپا دووم بیاره، از این الگو برداری میکنم. به نظر من ما خودمونم نمیدونیم الان از کی باید الگو برداری کنیم و این مسئله گمراه میکنه که یه سری اتفاقات ناگوار تو زندگیمون میفته. سوشا این کاغذه که دست من بود با هم نگاه کنیم ببینیم چیه. این کاغذه مال یک سال پیشه، تقریبا یک سال پیش، مال یک شنبه 13 دی 94. ناراحتت میکنه ولی تو 13 دی 94 عنوان شده که یک هفته قبل از این اینجا نوشته اون اتفاق برای تو افتاده. من اصلا باورم نمیشد امروزی که داریم همدیگر میبینیم، چرا که داریم همدیگر میبینیم دقیقا مصادف با همون اتفاق باشه. تو میدونستی؟ من نه نه اصلا حواسم نبود به این موضوع. نه بچه پنجم چی شده؟ پنجم امروز دیگه، دقیقا سال پیش یه همچین روز این اتفاق برای تو افتاده. دیگه افتاد دیگه، کارش نمیشه که. ولی خوشحالم، خوشحالم از این موضوع که نه از اون اتفاق، خوشحالم از این موضوع نه خوشحالم از این موضوع که خودم مقصر بودم، خودم تلاش کردم و خودم دوباره تونستم به فوتبال برگردم. سرنوشت اون پرونده چی شد؟ به کجا رسید؟ نمیدونم، هنوز ادامه داره؟ باید بری بیای؟ رفتنی که فکر کنم باید برم، ولی فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه، یعنی چون همه چیز روی اصول، حالا آقایون کسایی که تو رأس کار هستن، آخری روزایی که مشکلی واقعا وجود نداشتش و من میتونستم به فوتبال برگردم، به من گفتن که واقعا حالا خواسته یا ناخواسته شما هم مقصر نبودی توی این موضوع، یعنی حالا یه اتفاقی افتاد، یه اتفاقی صورت گرفت تو زندگی شخصی که تو رو زندگی شخصی تو تحت تاثیر قرار داد، زندگی فوتبالی تو همینطور. و بعد اون اتفاق، حالا اتفاق بدتر از اون، من اینو اتفاق بدی نمیدونستم چون این اتفاقیه که برای همه شاید بیفته،
بعد اون اتفاق یه اتفاق بدتر از اون برای من افتاد که به خاطر یه شلوار و نوع پوشش منو محروم کردن 6 ماه. آره، اول اینکه من یه توضیح خدمتتون عرض کنم، حالا عکساش هم در اختیارتون بعدا قرار میدم. اصلا شلواری به نام شلوار باب اسفنجی وجود نداره. ولی اینجوری اسم گذاشتن روشو. اسمی که حالا اسمای اینجوری ملقب و من درآوردی زیاد میذارم. اصلا شلواری به نام شلوار باب اسفنجی وجود نداشت. من شخصا عاشق مد و لباسم. حالا بر حسب اتفاق من یه شلواری پوشیدم که یه سری ها نپسندیدن، ولی اینکه حالا مثلا یه سری ها نپسندن میتونن سلیقه شخصیشون رو اعمال کنن، اینو دیگه میگم بعضی ما نمیدونیم از کی باید الگو برداری کنیم. همینه، من اگر مثلا لباس کریس رونالدو رو نگاه کنم ببینم من دوست ندارم، هیچ وقت خودم رو در جایگاهی نمیبینم که برم مثلا زیر عکس و پستش کامنت بذارم که کریس این چه لباسیه پوشیدی. ببینید، من دوست دارم از نظر خودم شیک پوش باشم. از نظر خودم. ببین، شاید یه نفر الان بیاد بگه که از نظر ما تو شیک پوش نیستی، اونم نظر شخصیش قابل احترامه، ولی نه برای من، برای خودش. برای من نظر شخصی خودم و اون کسی که ازش الگو برداری میکنم قابل احترامه. توی لباس پوشیدن خودم، هر کسی برای خودش یه سری اعتقادات داره، یه سری سلایق شخصی داره و برای بقیه مردم جامعه باید قابل احترام باشه. این یعنی حقوق شهروندی. حقوق شهروندی یعنی اینکه همه به همدیگه احترام بذارن، همه به سلایق همدیگه احترام بذارن و این موضوع باعث میشه یه جامعه پیشرفته داشته باشیم، یه جامعه‌ای داشته باشیم که اگر فردا ما بخوایم مثلا بخوایم یه بازیگر، یه هنرمند، یه فوتبالیست صادر بکنیم به یه کشور دیگه، بخواد توی یه کشور دیگه فعالیت کنه، همه بیان بگم مثلا مردم کشور خودش بهش احترام میذارن. سوش خیلی عوض شدیم، یه جورایی یه تکونه اساسی انگار داری، یه رنسانس توی زندگی تو، تفکرات تو اینو وجود اومده، یه انقلابی پا شده. خب تأثیر گذاره واقعا، وقتی که اتفاقه و این دوریه و میدونی، من فکر کنم اینا کلن همه دست به دست هم بود، قشنگ تو یه سوشای دیگه بشید. زندگی جدیدی دارم و از زندگی جدیدم راضیم، هم از نظر شخصی، زندگی اجتماعی، هم از نظر زندگی فوتبالی. یه روزی با خودم عهد بستم تغییر کنم، چه اشکالی داره؟ سوشا هنوز پیدا نکردی اون کسی که اومد اون کار رو انجام داد، اون عکس رو پخش کرد، کی بوده؟ نه واقعا؟ فقط میدونم من نبودم. چرا فکر کردی؟ مثلا نخواستی بگی راست؟ نه نخواستم که اصلا پیگیری کنم، نخواستم. تو موبایل تو بوده؟ نه. تو موبایل کسی دیگه بوده؟ بله. هیچ وقت هم نفهمید. قشنگ معلوم بود که اینا رو یه نفر اومده. ببین قشنگ معلومه که من این کارو نکردم. یار گذاشته یا همه رو برداشته، یه چیزی بود. ببین قشنگ معلومه که من این کارو نکردم. فقط همین. خب قطعا نمیتونی این کارو کنی. مطمئنن. ببینید اصلا ایرادی که به من وارد بود این که من این کارو کردم دیگه. اینکه اینا هاراگیری میمونه. انگار خودت مثلا شمشیر برداری کنی تو شکم خودت، نمیشه که. خب این موضوع مطرح بود که من این کارو کردم. حالا که من این کارو نکردم دیگه پیگیری نکردم که کی این کارو کرده، اصلا مهم نیست. هنوز مشخص نشده. نمیدونم، شاید هم مشخص شده باشه برای کسایی که باید مشخص میشد، شاید شده باشه، برای من مهم نیست. تموم شده. سوشال یه جا اعلام شده بود که تو شاکی خصوصی داری. من دارم از روی همین پرینتی که از یک خبرگزاری معتبرم گرفتم میخونم که اون موقع اعلام شده بود تو شاکی خصوصی داری. هیچ وقت هم معلوم نشد این شاکی کی بوده. برای اینکه اصلا نبوده. به خدا اینا اینجا هست داری. خب میگم که اونجا هستش ولی واقعیت نبوده. چند تا خبرگزاری خیلی مهم من. نه اصلا چنین چیزی نبود. تو شاکی خصوصی نداشتی؟ پس چه جوری بردنت دیگه؟ اشکالی نداره دیگه، افتاد دیگه. ببین من به عنوان میگم هنوز چیزی مسجل نشده بود برای، خب باید چند تا سوال پرسیده بشه، باید یه پروسه زمانی طی بشه تا ببینن کی مقصره. تو اون برهه زمانی که طی شد همه فکر کردم من مقصرم و این موضوع از گوشی من اتفاق افتاده. بعدش متوجه شدن که این مسائل از گوشی من اتفاق نیفتاد. مقصره یعنی چی؟ یعنی چه تقصیری تو میتونستی داشته؟ ببینید تو که نمیری اون عکس رو قطعا پخش کنی، اون فیلم رو پخش کنی، این که نمیتونه کار تو باشه. چه تقصیر دیگه متوجه تو؟
آیا مثلا این بوده که چون اون آمده بیرون منافات داشته با حالا فرهنگ و قانون؟ دقیقاً دقیقاً همین بوده موضوع. موضوع دقیقاً همین بوده که متفاوت بوده دیگه با فرهنگ. مثلا چه میدونم، ممکنه مثلا حسین هم داشته باشه. خب دیگه میگم، من به عنوان دروازه‌بان پرسپولیس و دروازه‌بان تیم ملی این اتفاق برام افتاد و شرایط برای تو سخت‌تره قطعاً. ببین من گله‌ای ندارم، از هیچ کس هم ناراحت نیستم، از خودم ناراحت بودم و الان دیگه نیستم، چون زندگی که آغاز کردم زندگی جدیدیه. زندگی که آغاز کردم ازش راضیم، آرامش دارم توی زندگیم و آرامشی که الان دارم، آرامشی که الان دارم مدیون همون اتفاقات هست، چون اون اتفاقات باعث شد که من یه سوشا مکانی جدیدی بسازم، یه شخصیت جدیدی بسازم و الانم از اون شخصیتی که ساختم راضی هستم، برای اینکه هم تو زندگی فوتبالیم ورزشیم پیشرفت داشتم و هم تو زندگی شخصی. هیچ کس دوست نداره زندان بره، هیچ کس دوست نداره که توی بند باشه، توی یه اتفاقی براش بیفته که بخواد بره زندان. خب این اتفاقی که برای من افتاد و من رفتم زندان اوین، اون 5-6 روز و 7 روزی که اونجا بودم، خب یه زندگی بود برای من. آدمای جدید دیدم، یه سری آدمایی دیدم که واقعا همشون توی اون شرایط همشون آدمای با معرفتی بودن. توی اون شرایط، من نمیدونم بیرون از اون شرایط بخوام بیان واقعا همون معرفت و مرام و مردونگی رو دارن یا ندارن، برای من هیچ چیزی کم نذاشتن. یعنی وقتی من کنارشون بودم 100%، وقتی من کنارشون بودم یه زندگی جدید بود. یه معمولاً جرم اونا چی بود؟ نمیدونم. نه من چون واقعا وارد زندگی شخصی کسی نمیشم که بگم چه اتفاقی برات افتاده. یعنی جدا اتفاقی که برات افتاده، اینا هم برات خیلی سنگین بود. سنگیم شما برید مرور کنید، روزنامه شما برید مرور کنید، کانال های تلگرامی و سوشا اونو دیدی زده بودن که یعنی منتشر کردن یه خبر که سوشا مکنی تو زندان خودکشی کرده. امه بودن خانواده این چه حالی دارن، چه احساسی دارن وقتی این خبر رو میخونن؟ دسترسی بهت هم خیلی سخت بود. یعنی من یه شب با علی آقا بودم، فکر میکنم مثلا حدوش 3 ساعت ما تلاش کردیم یه جوری ارتباطی با تو بگیریم ولی نتونستیم. حمید استیدی بود، علی پروین بود، خیلی تلاش کردیم تو رو بگیریم ولی نتونستیم. حتی مادرت هم موقع زنگ زد به علی آقا باهاش صحبت کرد. درست. اون خودت دیدی اون خبره؟ من که بعدها دیدم، ولی میگم که شما مرور کنید دیگه. شما مرور کنید. من این گله رو داشتم همیشه که اگه یه اتفاقی واسه یه نفر میفته، امیر تتلو توی یکی از مصاحبه‌هاش فکر کنم با شما بود، حرف خیلی قشنگی زد، گفتش بابا من به عنوان یه هنرمند اگه یه اتفاقی واسم میفته، مطبوعات، مردم کشورم، تلویزیون، همه باید به من کمک کنن، بخوان دست منو بگیرن، منو بلند کنن. من وقتی یه اتفاقی، یه موزلی توی زندگیم پیش میاد، باید این باید همه کمک کنن. چرا نباید به عنوان یه هموطن؟ بابا من حالا میگم اصلا این موضوع رو بذاریم کنار، یه نفر میره معتاد میشه، یه نفر میره مواد مصرف میکنه، من به عنوان یه هموطن نباید دستشو بگیرم به زندگی برش گردونم؟ باید این کارو بکنم. اونم حقوق شهروندی داره، اونم باید از حقوق شهروندیش استفاده کنه. ما بیایم همه بکوبیم یه نفر رو، چه چیزی آیدمون میشه؟ همه خوشحال میشیم از این موضوع؟ خیلی فشار رو تو دارم، دارم فکر میکنم اینم شاید میتونست اون قضیه خودکشی اصلا اتفاق بیفته. یعنی تا اونجا تو رو پیش بردن، من فکر میکنم یه گروهی. زندگی که واقعا خیلی سخت شده بود برام، خیلی سخت شده بود، ولی میگم فقط خودم بودم. یعنی چی خیلی دلتو شد اونسوشا؟ اونجا قطعا تو اون تنهایی تو زندان خیلی نشستی فکر کردی. چی خیلی اذیتت کرد؟ چی خیلی دلتو شکست؟ نگم بهتر نگم به کسی رفت پیدا میکنم. آره نمیخوام، واقعا نمیخوام کسی مقصر بدونم، بگم از کی ناراحتم از کی ناراحت نیستم. شاید از یه گروهی، از یه آدمی، از یه کسی ناراحت بودم، دلم خیلی شکست ازه، ولی اصلا مهم نیست.
اصلا مهم نیست. داشتن که اون رازهای زندگی تا آره همیشه نگه میدارم پیش خودم، همیشه تو دلم نگه میدارم و یه اتفاق خیلی مثبتی تو زندگیم افتاد که تمام کسایی که ادعای رفاقتشون میشد رو شناختم، همه رو شناختم. کسی هم اون رفیقی تشمون برات؟ آره آره چی؟ میگم اسم ببرم شاید یکی از قلم بیفته درست نباشه، ولی رفیقای خوبی برام موندن، کسایی که اصلا ازشون انتظار ندارم. چند تا؟ الان من میدونم یه گروهی، مثلا تو به عنوان یه استار خیلی دور و برش، یه گروهی برام مونده، یه گروه 7 8 نفری، بیشترم نه. شاید مثلا قبلش 1000 تا بودن. قبلش 1000 تا یه لشکر مثلا رفیق داشتی، بعد یه مثلا 5 6 تا تاش موندن، 8 تا. آره دقیقاً درست گفتم. دقیقاً ببین شما اتفاقی که براتون میفته، خب توی خوشی‌ها که همه هستن، من خودم هم هستم، شما الان بیا شام منو دعوت کن، من خیلی خوشحال میگم که دوستم شام منو دعوت کرده، خیلی شیک میرم، میام سر سفرتونم میشینم، غذامو میخورم، تشکرم میکنم، میرم. ولی یه روزی اگه زنگ بزنیم به من بگین که یه مشکلی برام پیش اومده، یه پولی برای من مثلا جا به جا کنی، اولین چیزی که به ذهن من میره، حالا من خودم که اینجوری نیستم خدا وکیلی بگم، ولی دیدم دورو برم وقتی میگم یه پولی برای من مثلا لازم دارم، به اون فکر نمی کنم که یه روزی من سر سفره شما نشستم، یه روزی شاید ته جیب من هیچ پولی نبود، ولی شما که منو شام دعوت کردی، باعث خوشحالی من شدی، به این فکر نمی کنم. اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این پول رو ندم، خودمو کنار بکشم، به من چه ربطی داره، به من چه ربطی داره، مشکلی که براش پیش اومده اومده دیگه، خودش مقصره، نمیرم دستشو بگیرم، مانندش کنم. این موضوع برای من اتفاق افتاد.